12. آقا اینو گفتم چی جوری به دست بیارید؟ اینو ببرید پشت میشه 12 منهای لوگ 4. عدد رو میاری پشت میشه 12 منهای لوگاریتم اولین عدد. 12 منهای لوگاریتم 4. لوگ 4 6 دهم بود. لوگ 4 هم 6 دهم بودش. حاصل 11 و 14. 11 و 14. جانم. برو بریم بعدی. سو حتی حل ما رو نگاه کن، ما کسری هم آورده بودیم، حتی این کسری هم نکرده، شاید این همون واسه امتحان فردا بیاد. بگذاریم. با سرد کردن یه تعادل گرماده ثابت تعادل واکنش کاهش پیدا میکنه. یه لحظه نگرد سجاد، فکر کن یه واکنشی هستش داره انجام میشه، گرماده هم هستش، کیو سمت راسته، سردش کنیم تعادل دوست داره بره در جهتی که گرما رو تولید کنه. اصل لوشاتلی است، یعنی واکنش در جهت رفت پیش میره. گفته ثابت تعادل کاهش پیدا میکند. ای بچه ها، آباریک شالله، میگیم واکنش هر چقدر به سمت فراورده ها پیش بره چی میشه؟ ثابت تعادل بیشتر میشه. چون رابطه ثابت تعادل چیه؟ غلظت فراورده به توان ضریبش تقسیم بر غلظت واکنش. هر چقدر این فراورده بیشتر بشه، کام بیشتر میشه. برو بریم بعدی. واکنش که در آن از یک هیدروکربن یه ترکیب عالی اکسیژن دار تهیه میشه. این باحاله، این باحاله، بذارید من توضیح بدم. سجاد، بله. اتن یادته؟ بله. اتن سی دو هاش چهار. خب با چی داره ترکیب میشه؟ واکنش که در آن یه هیدروکربن یه آها با آب قاطی میشد. یا حتی میگفتم آب رو چی جوری نشون بدیم؟ آباریکلا هاش او هاش. هاشه میره به این کربونه میچسبه، او هاشه میاد به این کربونه میچسبه. چی ایجاد میشه؟ کربون کربونه، پیوندش یگانه میشه، سیر میشه اصطلاحاً. این میشه هاش 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 هاش، همه اینا هاشه، یه او هاش میچسبه که این همون کدوم الکله؟ اتانول. مرسی. پس اینم اتانول شد. دیگه بعدی، در صورت استفاده از کاتالیزگر آنتالپی افزایش پیدا میکنه. خیر، دلیل چرا؟ چون واکنش دهنده و فراورده سطحش آره دقیقاً. پس بنویسید که کاتالیزگر باعث تغییر آنتالپی نمیشه، گرمای واکنش شده. شکل روبرو مربوط به ساختار یک جامد کوالانسی است. خیر بچه، این مولکول های آب در حالت یخ که این یک جامد مولکولی هستش. بگذاریم. نام این ورقه چیه بچه ها؟ آخ آخ آخ، روی میشست روی آهن چی بود؟ آهن سفید یا گالوانیزه، که نکاتش چی بود؟ روی از این محافظت میکنه، حتی اگه خراش هم برداره همچنان این رویه که خودش رو به فنا میده و الکترون از دست میده. و از این مدل آهن گالوانیزه یا کلن آهن سفید نمیشه در دستبندی مواد غذایی استفاده کرد، چون با اسید مواد غذایی واکنش میده، با اسیدی که توی مواد غذایی است واکنش میده. من بهت دارم میگم فردا باید به جای آهن سفید و یا آهن گالوانیزه واسه شما حلبی باید بیاد. پس جمله رو داشته باشه، فردا توی امتحان شما باید حلبی و نکاتش آورده بشه توی امتحانتون. واسه حلبی چی بود سجاد؟ SN میشست روی آهن. نکاتش چی بوده؟ تا زمانی که خراش ایجاد نشده، اوکی، SN الکترون از دست میده، اکسید میشه، آهن رو محافظت میکنه. ولی اگه یهو خراش برداره اینجا، آهن دیگه داستان شروع میشه، قل میذاره میره، میگه داداش تا زمانی که همه چی اوکی بود اوکی بود، الان خراش برداشتیم، من دیگه از تو محافظت نمیکنم، خودت برو خودتو به فنا بده، من خودم به فنا نمیدم. آهن اون موقع اکسید میشه. و یه نکته دیگه، اسم این چیه؟ حلبیه. از حلبی میتونیم در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده کنیم، چون با اسیدهای موجود در مواد غذایی واکنش نمیدهند تا وقتی که خراش برداشت. بریم بعدی. وای سجا، این دیگه خیلی مسخره است. اینو چند بار آوردیم؟ مثال کتاب درسی هم هستش. این سه، اینم سه و دو. گشتاور دو قطبی این مولکول بزرگتر از صفره. بچه این یه مولکول ناقطبیه، چون نقشه الکتروستاتیکیش وقتی داریم نگاه میکنیم.
Anh chào mừng ba bài sáng tác chữ nôm xuất sắc nhất là Trường Tân Thanh, thường gọi là Chuyện Kiều. Chuyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại chuyện nôm trong văn học trung đại Việt Nam. Viết Kiều Chuyện Nguyễn Du có dựa theo cốt truyện Kim Vân Kiều Chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, phần sáng tạo của Nguyễn Du là hết sức lớn. Chính điều này mới làm nên giá trị của kiệt tác Chuyện Kiều. Một đó tóm tắt tác phẩm phần thứ hai, gặp gỡ và đánh ước. Thúy Kiều là một thiếu nữ tài